اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله و نظم امرکم. بار دیگر شما برادران و خواهران عزیز نماز گذار و خودم را به تقوی الهی سفارش می کنم. در خطبه دوم بر اساس موضوعی که از طرف وزارت محترم حج و اوقاف و ارشاد امارت اسلامی برای ائمه جمعه آمده در مورد امتحان الهی و جایگاهی امتحان خداوندی مطالب خیلی مختصر خدمت عزیزانم شما میبینید. سه نکته را میخواهم یادآوری کنم. اول قطعیت و حتمیت امتحان خداوندی که از همه ما و شما خدای متعال در زندگی چی؟ امتحان میگیرد. و مسئله دوم که در امتحان مهم است دیگر دانشجویان و علما و متعلمین مکاتب دیگر فرهنگیان عزیز میدانه که موضوع امتحان خیلی مهمه. خدای متعال اگر ما و شما را امتحان میکنه دیگر این امتحان یک بحث خیلی گسترده است، ولی من فقط خیلی دیگر می اجمالا خدمت عزیزان را بیان میکنم. خدای متعال وقتی از ما و شما امتحان میگیره این مضامین امتحانی خدا چیست؟ از چی موضوع خدای متعال باید ما و شما را امتحان بکنم؟ و سومیش آدمی که در امتحان برنده می شود یا آدم چی؟ باید از یک نعمتی برخوردار باشد. اگر ما و شما در دانشگاه یا مدرسه یا در مکتب اگر امتحان می دهیم وقتی در امتحان پیروز می شویم، اگر در مکتب بودیم در کنکور پیروز شدیم وارد دانشگاه می شویم، دیگه از او امتیازات لیلیه و دیگه امتیازات بدل عاشه و امثال از اینا، یا اگر از علما باشد دیگه از او امتیازات شهریه و امثال از اینا برخوردار می شود. ولی خدای متعال اگر از ما و شما امتحان می گیره، اگر ما در امتحان پیروز شویم، آیا خدای متعال یک امتیازی برای ما و شما می دهد یا این که امتحان خدای متعال منطور بدونی یک امتیاز و یک نعمت و یک جایزه خدای متعال برگزار می کند و تمام می شود؟ یقیناً خدای متعال که حکیم دیگه و جایزه می دهد که تمام شدنی نیست، به شرط این که در امتحان انسان چی شود؟ پیروز شود. اول قطعیت امتحان. خدای متعال در قرآن چی میگه؟ میگه ولنبلونکم. در اینجا علما نشسته یا بزرگان اساتید عزیز میدانه که چند تا عادات تأکید در اینجا خدا آورده. واو هم به عنوان عادات تأکید، لام ابتدایی هم به عنوان عادات تأکید، دیگر نون تأکیدی هم به عنوان عادات تأکید. سه چهار تأکید خدای متعال پشت سر هم میاره و موضوع امتحان مطرح میکنه. میگه ولنبلونکم، هر آینه به تأکید من شما بندگانم را چی؟ در زندگیتون امتحان میکنم. یا این که آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در یک جملات بسیار زیبا عزیزانم، آقا امیرالمومنین وقتی که انسان نهج البلاغه را میخواند تحت تاثیر علم و دانش و تعبیرات زیبای آقا امیرالمومنین قرار میگیرد. در اینجا وقتی مسئله حتمیت و قطعیت امتحان خداوندی را آقا امیرالمومنین برای ما و شما بیان می کند با یک چی لحن زیبا، نگه ولتو غربلون غربله. یعنی خدای متعال هر آینه به تأکید شما را چی؟ امتحان می کند. ولتو غربلون غربله، و شما را غربان می کند. شما میبینید در از این امتحان که وقتی امتحان برگزار میشود پارچه ها جمع میشود، نتایج اعلان که میشود، اینجا غربال میشود. بعضی آدم ها ناکام، بعضی آدم ها مشروط، بعضی آدم ها دیگه همون بالاترین نمره را گرفته. در اینجا آقا امیرالمومنین میگه شما بندگان خدا هم یقیناً
یقینا همون تأکیدی که در کلام خدا آمده، همون تأکید در کلام ولی خدا آقا امیرالمومنین مولود کعبه و آدمی که ما در این روزها جشن ولادتش را مراسم برگزار میکنیم، همی آقا میگه که ولی تو غربلون نه غربله، شما یقینا غربال میشوید، خوب و بد شما از هم دیگر جدا میشوید. بعد میگه کی؟ یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم. و یک مرحله میرسید که اما آدمی که پایین ترین رتبه بودی آدم از همه بالا میشود و آدمی که در اوج قدرت به خاک مذلت میخوره. این خاصیت دنیایه و از خاصیت امتحان خدای تبارک و تعالی چی؟ همین است. ما شما در جلوی چشمان خودم چی؟ دارد مشاهده میکنیم. در یک نصف روز انسانهایی که بر فراز تاج و تخت و چوکی و دیگر اوج قدرت به خاک مذلت میخورد و انسانهایی که اصلا گمان ندارد میاد بالای چوکی و در مسند قدرت و فرمانروایی قرار میگیرد، اینها چیه؟ نتیجه همون امتحانی خدای تبارک و تعالی دیگه ای از قطعیت و حتمیتی امتحان خداوندی، اون کلام خدا و این هم کلامی ولی خدا در مورد چی؟ در مورد قطعیت و حتمیتی امتحان خداوندی. اما مضامین چیه؟ خدای متعال بسیار زیبا میگه به شیء من الخوف. یک زمان خدای متعال ما و شما را با واسطه ناامنی امتحان میکنه، دیگه میبینی که شرایط به طوری بر مردم پیش آمد کرد که از اینجا دیگه تا شهر نمیتونی بری. من الخوف کشور شد کاملا ناامن، حتی در خانه خودم نیت نداری. دیگه در اینجا یکی از مضامین امتحان خداوندیه. والجوع، یک زمان خدای متعال به گرسنگی امتحان میکنه، دیگه کمک های خارجی هم قطع شد، بارندگی هم از آسمان نیامد، دیگه در اینجا گرسنگی به اوج خودش رسید. در اینجا دیگه انسان مؤمن از غیر مؤمن دیگه شناخته میشود. در ناامنی هم و انسانهایی که به خدا و قیامت به ارزشهای دینی باور نداره، در اونجا دیگه فوری دینش را به خاطر دنیا میفروشد. اینی که پیغمبر میگه که کاد الفقر ای یکون کفر، در همون لحظات گرسنگی، در همون لحظات قحطی، خیلی انسانها دین را به خاطر دنیا چی؟ سودا میکند و میفروشد. من الخوف و نقص من الاموال، خدای متعال بعضی وقتا تجارت انسان کساد می شود، مال و دارای انسان یک ظالم ستمگر یا دوز از پیش انسان چی می کند؟ دیگه می گیرد. دیگه هم یک امتحان خداوندیه. من الاموال والانفس، دیگه بعضی وقتا هست جان انسان صدمه می بیند، اولاد انسان جانش دچار مشکلات می شود، اولاد انسان از دست انسان می رود، انسان دست را از دست می دهد، پا را از دست می دهد، اعصاب را از دست می دهد، جوارحش نابود می شود. اینا چیه؟ امتحان خداوندیه. بعد در آخر خدای تبارک و ثمرات، بعضی وقتا زراعت انسان، درخت های میوه‌دار انسان آسیب می بیند، ولی در آخر خدای تبارک و تعالی میگه که و بشر صابرین. در اینجا فقط یعنی چی کسی کامیابه؟ او آدمی که در همه این امتحانات دیگه پیروز بیرون شود. یه آدم چیه؟ در اینجا کامیابه، در اینجا موفقه. از صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه، کدام آدم؟ اما آدمی که وقتی مصیبت به او رسید، وقتی که در غرق ناامنیه یا در اوج گرسنگیه، یا مال و دارایی را از دست داد، یا فرزند جوانش دیگه شهید شد، یا به مرگ خدایی از دنیا رفت،
یادم دیگر جزع نمی کنه، فزع نمی کنه، گریه نمی کنه، زاری نمی کنه. بعضی آدم ها هسته که دین را فوش می دهد، مقدسات فوش می دهد، این خدا ما را فراموش کرد، خدایی وجود نداره و چیه؟ این آدم ها کفرگویی می کنه. این چی کسانی هستن؟ آدم هایی هستن که در امتحان چی می شود؟ ناکام می شود. ولی آدم هایی که در امتحان کامیاب چی؟ اذا اصابت هم مصیبه چی میگه؟ میگه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. ما دیگه هیچ از خود نداریم. اگر زن ماست، فرزند ماست، دارایی ماست، پول ماست، هر چی که ما داریم از خدای و ما چی؟ بالاخره به سوی خدا برمیگردیم. هیچ گونه جزا و فضا و گریه و زاری نمی کنه. شما میبینید اگر حضرت ابراهیم این مقام و منزلت پیدا میکند که امروز میلیون ها انسان میرود در مکه، اینها خدای متعال که عین ما تولو فسم و چلا، ما هر طرف که رخسار خود را بگردانیم خدا در کنار مایه. خدا جسم نیست که الله عزم بالله فقط در بین همون خانه چاردیواری در مکه معظمه در بین از اون نشسته باشه و مسلمان ها از گوشه و کنار جهان اسلام برود و جسم در اونجا چی کند؟ زیارت کنه. خداوند یک موجود مجرد در همه جا خدای متعال موجود عین ما تولو فسم و چلا. ولی اگر میلیون ها مسلمان وارد مکه معظمه می شود، اینها سنت ابراهیم تجلیل می کنند. در حقیقت اینها چی؟ همون سنت ابراهیم تجلیل می کنند. و ابراهیم این مقام منزلت از کجا پیدا کرد؟ و اذا ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن. وقتی خدای تبارک و تعالی با واسطه بعضی موضوعات حضرت ابراهیم آمد امتحان کرد، به ذبح و قربانی کردن فرزندش رو امتحان کرد، در این که حضرت ساره بسیار بسیار بد اخلاقی میکرد، در مقابل همه بد اخلاقی زوجه بزرگش ساره دیگر نهایت تحمل و حوصله مندی را از دست نداد، بسیار با کمال حوصله مندی با همسرش زندگی خانوادگی را ادامه داد. اینجا هم خدای متعال او را امتحان کرد و اینی که پدرش یک بعضی وقتا ناراحت می شد و یک حرفایی می گفت، ولی در مقابل پدر چون پدر بود با نهایت مهربانی و عطوفت حضرت ابراهیم چی؟ برخورد میکرد. نتیجتی شد فا او زمان این مقام و جایگاه امامت، زعامت، رهبری جامعه اسلامی و موحدین خدای تبارک و تعالی برای کی داد؟ برای حضرت ابراهیم داد. پس عزیزان، اول امتحان یک مسئله قطعیه و ثانیاً چی؟ و ثانیاً موضوعات امتحان اینه و پیروزی از آن کیست؟ پیروزی از آن کسی است که در برابر همه مشکلات از خود صبر و حوصله مندی نشان بدهد. آدم صابر میبینی در هر کار، حتی در کارهای مادی، اگر یک آدمی برود در مدرسه علمی، صبر و مقاومت و پایداری را یه آدم تحمل بکند، نتیجه مادیش همین است، یه آدم عالم میشود، دانشمند میشود، دکترا میگیرد، مجتهد میشود. اگر در مسیر تجارت یک انسان زحمت بکشد، صبر و حوصله مندی را همه مشکلات به جانش خریداری بکند، یه آدم بالاخره یک تاجر بین المللی می شود. یز برکات دنیویش، اما در آخرت خدای تبارک و تعالی چی میگه؟ در اونجا وقتی که وارد بهشت می شود، فرشتگان الهی صف بسته استقبال می کند، میگه سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبت دار. درود خدا بر شما، شمایی که در دنیا در مقابل ناامنی، در مقابل گرسنگی، در مقابل مصیبت اولاد شما از دست رفت، همه فشارها را تحمل کردید، مردانه و جانانه برای خدا و برای رضای خدا حوصله مندی را از دست ندادید، سلام علیکم. فرشتگان الهی می آید از این بندگان صابر خدا در اونجا چی می کند؟ استقبال می کند. ولی ما میبینیم کسانی را که در امتحانا شکست خورد. مردم کوفه 18,000 نامه دنبال آقا ابا عبدالله الحسین فرستاد، ولی همینی که ابن زیاد فقط یک تهدید نمود که دیگه مال و جان اینها در امنیت نیست، میبینی که دیگه دنبال مسلم ابن عقیل یک نفر به نماز جماعت میماند. این مردم در امتحان شکست خورد.
شما میبینید قاضی شریح که قاضی امیرالمومنین بود، خیلی جایگاهی بلند داشت، ولی وقتی که مسئله کربلا پیش آمد که دی آدم شکست خورد، امر قتل نواده رسول الله آقا با عبدالله را یادم چی کرد؟ امضا کرد. ولی در همون جریان کربلا شما میبینید حر ابن یزید ریاحی فقط در یک کوتاه‌ترین مدت یادم چی مقام پیدا کرد، در امتحان پیروش و صبر و حوصله مندی را در مقابل نفس اماره از خود نشان داد. دیگه جایگاهش به اون جایگاه و مقام رسید که سرش در دامن امام زمانش ابو عبدالله جان را به جان آفرین چی کرد؟ تسلیم کرد. شما اگر میبینید که ابو عبدالله این جایگاه و مقام و منزلت پیدا کرد که امروز زائرین آقا ابو عبدالله برابر است با زائرین خانه خدا، این مقام از کجا پیدا کردی؟ مقام از صبر و حوصله مندی. اگر جوان شهید شد صبر کرد، اگر تحریم اقتصادی شد صبر کرد، اگر 3 روز آب رو بر حضرت ابو عبدالله بست، آقا ابو عبدالله صبر کرد، از خود حوصله مندی نشان داد و هیچ گونه نگه در اراده حضرت ابو عبدالله با اون همه مشکلاتی که بر حضرت آمد کوچکترین تزلزل در اراده حضرت ابو عبدالله وارد نشد. میگه اگر کوچکترین تزلزل وارد میشد دیگه این مقام و موقعیتی که امروز در بین بشریت و امت اسلامی در پیشگاه خدا داره، این مقام و موقعیت برای ابو عبدالله باقی نمیمان. این همه مورخین تاریخ نگاران نوشته میگه آقا ابو عبدالله با اون همه خستگی که بر او عارض شده بود، تشنگی که بر او عارض شده بود، یکه و تنها باقی ماند، ولی تا آخرین نفس کوشش میکرد که از من یک حرکت مشاهده نشود که خلاف رضای خدا باشه. میگه هر لحظه ای که شهادت برای حضرت ابو عبدالله نزدیک میشد، چهره آقا ابو عبدالله با تراوت تر میشد، آقا ابو عبدالله را شادمان تر مشاهده میکرد. این به خاطر چی بود؟ به خاطر این بود که در این امتحان الهی آقا ابو عبدالله ناکام نشود. عزیزان، این امتحان بسیار یک امتحان سخته. آقا ابو عبدالله حسین امروز اگر این همه زائر داره، این همه مشتاق و علاقمند داره، این همه اگر میبینیم از گوشه و کنار جهان اسلام مردم میاید در کربلای معلا زیره ملکوتی آقا ابو عبدالله را در آغوش میگیره، تا آخرین نفس صدایش بلند بود میگفت الهی رزن برزا، خدایا من از خود چیزی ندارم، رضایت من رضای خدای من است. ولی حضا عزیزانم، اگر میخواهید در زندگی عزتمند باشید، آبرومند باشید در پیشگاه خدا، کوشش کنید در امتحانات خدای دنیا گذشتنیه. برای چی کسی مانده؟ پدران ما و شما کجای؟ اجداد ما و شما کجای؟ همه بالاخره میرود در زیری خروارهای خاک نمناک میخوابد، ولی دو چیز میماند، یک نام نیک برای همیشه میمانه و یک نام بد خدای نخواسته برای همیشه میمانه. ی آدمهایی که ناکام شود نام بدش برای همیشه میمانه. خدای متعال انشاءالله برای همه ما توفیق عنایت فرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق الله العلی العظیم.